سلام خدمت همراهان خوبم، امروز ما خونه خاله هستیم. یه سوالای آماده کردم ازشون بپرسم، حالا همه اونورم نمیدونم. اینجا گفتم با شما سلام کنم برم اونجا گیرشون بندازم، چون هر کدوم دارن یه کاری انجام میدن. گفتم همینطوری در حین کار یه سوالایی هست که خودم توی فکرمه چه جوابایی میخوان بدن، گفتم شاید برای شما هم جالب باشه. حالا میرم اون برو فیلم میگیرم. دفعه شنگ شد. دادم بشینه ازشون سوالای چالشی بپرسم. نگین آماده. نگین دوست داره سوالای چالشی. من با هم ست کردم. شلوار من با تیشرت آقا. حالا با هم به تفاهم برسیم. یا آقا حده تیشرتشو بده به من. من ست کامل جمع کنم. یا من شلوارم بده. میخوره به؟ بچه میزم جمع نکردیم همجوری نشستیم. تو همه در حال جمع جور باید. الان یه کجا داری میریم؟ میرم غذای بچه هامو توی زرچوبه بریم. دوستانی که حیوان خونگی دارن، من چندین جا تحقیق کردم. یکم پودر سیر، یکم زرچوبه تو غذاشون بریزین. زرچوبه برای استخوناشون محکم میشه، روده هاشون زده و فونی میشه، دهنشون بو نمیده، برای دندوناشون خوبه. اینو محققای چیز گفتن، کسایی که در رابطه با حیوانات تحقیق میکنن. بعد پودر سیرم باعث میشه که پوستشون یه حالت تلخی میگیره، به هیچ عنوان کک و تنه به تنشون نمیفته. چه خوب. حالا هر کی میگه غلطه، من میگم درسته، چون خیلی در روی این قضیه تحقیقات داشتن. بعد روی لیدی اثر گذاشته دیگه. آره لیدی که داره حیوانه که هنوز که هنوزه برای قربالگری و چکاب میبرم، میگه خانم سالمه سالمه بدنش. من خواستم همینه. من خواستم نمیگه من گفتم. یعنی جواب پس داد، یعنی مطمئن. آره میگم رو لیدی پیاده شده. من بیرون ببینم. اینقدر هوا امشب خوبه، انگار نه انگار. پای رد و برق زد دیدی؟ آره رد و برق زد. نه خوشگله اینه توی انیمیشن هم هست کارتون ها. آخ 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 یه زیره قضاشون رو باید خاموش کنیم، چون اون آمده شده. چه بارون قشنگی. من همیشه عادت دارم زیر بارون دعا میکنم، هم برای خودم هم برای همه. نگه شده همراهات نگم بچه هم که گفتم منظورم چی بوده. میدونن دیگه. آره دوستان همیشه معمولا همراهانمون خیلی مشترک، خیلیشون مشترک هستن. برای بچه های موچی وقتی غذا درست میکنن و خودش حتما پودر سیر و زرچوبه رو میزنن. آره بعد الان دیگه حالا زرد چیزم نیوردم که آبا چه خیلی گردن پخت یه دونم به من بده. دوست لیدی هم چریک میجاقه. باشه ساناز میگه یه پیام برای کل خانومای جهان دارم. دیگه نگو قضا چی بپزم، پاشو دست بپاشو. من اینو اسکرینشو میذارم توی ویدیو که بتونن از روش رد بشن. خدا خیرت بده، ما خانوما خیلی محتاجش. آها انواع غذاها دیگه اینقدر به ذهنت فشار نیاری. یعنی انواع غذایی که چی درست کنی؟ من سیو کردم پستر. ببینم چی. من عینکم باید تنظیم بشه، ببخشید. آها غذاها رو فقط نوشته. فکر کنم ایناست که مثلا شنبه چی بخورید یا شنبه. کاش دستمون می‌ذاشتیم روش آماده می‌شد. حالا من هیچ وقت تو غذا درست کردن گیر نمی‌کنم. چرا؟ به خاطر اینکه فکر کنم تو خونه چیا دارم. با ترکیب اون یکی غذاهایی که دوست دارم خب درست. ما گیره اینیم که این بچه میخوره اون بچه نمیخوره. آره اینم مشکل. بابای بچه نمیخوره. خدا. اینو منم یاد دادی. گفت اول یخچالتو نگاه کن ببین چیا توش داری بچه‌ها. حالا اینو جالب بگم. شما همتون شاید یه سلیقه‌ای. اینو می‌خواستم تو ویدیو خودم بگم. حالا مفصل بهتون میگم چون خیلی جالب بود واسم. یه یخچالای اومده به مامان چند وقت پیش داشتم گفتم جدیده. مثلا خودش تشخیص میده، انقدر خوشمنده. خودش تشخیص میده که توی یخچال چه چیزایی داری. میری سرش رو اون صفحه دیجیتالش چند تا پیشنهاد بدین. سر روز میتونی کشک بادا بیرون درست کنی، اینو درست کنی. ملل داره یعنی. آره چرا مامان اینجوریه؟ خدا. الان
بگو چی میشه میخوای الان بگم خودش بگه چی ها توی اقل آب نوشابه دوخ روب پنیر روب و نون روب و نون حالا ببین چه آبر اومده میبره یخچال اینجوریه هیچ چیزی نمیشه فریزر بمونم میگه موز یخزده میگه گوشت کرده مرغ خودش میگه با چشمی قبل چشمی معمولا حبوبات داریم تو فریزر سبزیجات داریم تازه یه چیزی هم درست آقا کابینت اونم حرف میزنه تازه با پیشرفته نگین جان این سوالا رو شما بپرس صدات بلنده بعد خودت هم جواب بده یه سوال از همه باید جواب بدن اینو نوشتم بیرون تو پارک راستشو بخواید از خانوما بپرسم بارون گرفت به خاطر همین مچاله شده ورقش تو کیفم بود خب یه مسابقه بود قدیما میدیدیم میگفت از کی بپرسم یادتونه مسابقه 20 سوالی آره از من بپرس کاش مغنه داشتیم میتونستید مثلا مغنه ها سر بود این چونه اومده بود اینجا خانه مغنه نداری نه اینکه مغنه خدا رحمتش بعد یه دونم اینطوری تیزی داشت یه ذره مارم شده اینجا رفته توی صدا سیما دیگه اون یه ذره ما هم نم اگه مغنه بود باید هر کدوم سرشون میکردن جواب میدادن خانه مارم چیز جالبی گفت موجزی کی بود میگفت از من از کی بپرسن؟ ای گفتی؟ خدا رحمتش از کی بپرسن؟ خب حالا از کی بپرسن؟ از من هر کی دلت خب اول از مامان بزرگتره ببینید شما اگر دنیا منجمد باشه خب فقط شما قادر به حرکت باشید کسی شما رو به خاطر نیاره توی اون روز چیکار میکنید؟ اصلا نمیتونم کاری بکنم دیگه مامان بیچاره انقدر میترسه اصلا شما هانی جون من الان یخ دارم نه شما منجمد نشوید میدونم من منجمد نشوید معلومه که همه فراموشم کنن یه ذره سخته از من منظر اطرافم لذت من بگم من آتیش روشن میکنم همه یخشون باز شه نه کلا مثلا همه هیچ کاری نه که منجمد یخ منجمد یعنی به نظرم اینکه همه وایستاده باز شده کسی هم تو رو یادش نیست هیچ که دیگه منو نمیبینه یا کسی یادش نیست خب اگه دنیا مونده کسی نمیشناسته آها کسی نمیشناسته که بعدا اگر از اینجا ما در اومدن نمیگن تو چرا این کاری کردی آها فهمیدم میرم از بانکو نیالم پول واسه خودم برمیدم چون جالب هیچ که دنبال دلیل بهش نرم چرا؟ یه دلیلی اتفاق افتاده من همه سعیم میکنم که بقیه را یخ زدگی نجات بدم که خودم از تنهایی در میام بریم کمک بقیه شما من دنبال افه میگم به خدا که اگه بگردی خوشحالم میشی یه حالا که میگم چون تنها چیزی که اون لحظه آدم میتونه گرم بشه چون همه چی یخ زده دیگه نه کبریتی نه تنها چیزی که میتونه آدم رو گرم کنه هم نوعش وا عشقه بند نه چی؟ خیلی هم نوع هست انرژی خوب خوب آدم خوب همه آدم انرژی خوب خنده های افی خودش اصلا گرم کلا بحث به انرژی میرسونه اینو اولشو از کی بپرسم؟ بپرس خودم از اسم همه آمده داشته باشم بفرمایید چه عادتی که داری؟ چه عادتی داری که اگر بتونی اون رو بشکنی به خودت افتخار میکنی؟ من؟ چه چاله؟ یعنی عادت بد منظوره؟ آره اصلا این عادت چیزش نداری؟ یه رو در ناشتیه با خانواده دارم دلم میخواد بشکنم با خودم افتخار اعتراف کردم چون تو ویدیوی نگینم چالش گذاشته بود اینو گفتم الانم واقعا راستشو بگم خب شما همین جواب بدم بعد اینو بعد همون جواب بدم من دلم میخواد که اینقدر به فکر کسی نباشم این عادتو بذاری کنار کنار ذهن داغون بشه خیلی همیشه
تاکید می کنم. آره من همیشه به فکر همه هست. من با شما آقا عدد مامانه با ماما محافظه اید. من دو تا چیز تو نظرم الان اومد. یکی اینکه کمتر می خوابیدم. معلوم چه خدا یکی از موزلام که چون خوش خوابم همیشه آرزوم این بوده که مثلا به کارهای بیشتری میتونم یکی هم از سنی که هستم بتونم مضاعف استفاده بکنم چون تا الان فهمیدم که خیلی زود عمر آدم میگذره خیلی هر سال رد و برد خیلی هر سال زود میگذره دلم میخواد بتونم مثلا از روز به روز عمرم استفاده خیلی بهینه‌ای داشته باشم. من منم همین که دوست داشتم که بتونم این خوابالیسترم بذاره سوال نداشت چرا دیگه یه عادت رو میخواییم ترک کنیم دیگه یعنی قبل از درنگ ملاقه درنگ ملاقه خب این سوال اول از آقای حداد میپرسم اگر زندگی شما یک فیلم بود اسمشو چی میذاری؟ در جستجوی افی حالا چه مسئول آقا حداد حداد نه مثلا اتفاقاتی که افتاده و اینجوری باید فکر کنیم دیگه اسمشو چی میذاشتم؟ خیلی جالبه اگر یه بار دیگه بگو اگر زندگیتون یه فیلم بود بکن یه فیلم زندگی تو زندگی من خب اینقدر خدا من اسمشو میذاشتم خدا همین نزدیکیست چه جالب شما چی؟ من اشتباهات دوست داشتنی من اشتباهات دوست داشتنی من میذاشتم هفخان رستم یه خودشم اونم میشه بذارید در وقت زندگی در وقت بقیه شما هم بکردید من داشتم آره فکر میکنم من شعارم خیلی یعنی همه حد زندگی مثلا این بوده که هیچ وقت سکرم یه اشتباه رو دوبار نکنم باید بگم زندگی بی اشتباه پر اشتباه تک اشتباه یه بار زندگی هانیه جون دوست داری تو چه چیزی واقعا خوب باشی؟ واقعا این جدی میگم بخشش خوب باشی شما؟ من هوش واقعا هم هوش کسی منو تحت تاثیر قرار میده به نظرم اگه هوشت خوب باشه تو همه چی میتونی بهترین عمل کرده درستای عمل کرده داشته باشی من دوست داشتم تو کار کردن بتونم بیشتر خیلی کار کنم توانایی بدنی مثلا آره توانایی بدنی خیلی دوست داشتم بالاتر بود یعنی دنیا رو من میدونم شما منم کار زیاد زیاد کار کنم شما بیشتر زیاد یعنی احساس کنم هر بازم داره کم میشه خیلی دوست دارم ماکسیموم فعالیت شما دارید من خودم دوست داشتم که توی رانندگی خیلی عالی بودم و مثلا با آفرود و با این چیزا مسابقات از این پولا ها بزنم خیلی من خواستم روزی چند ساعت وقت بذارم من خواستم برو میشه خاله کلاس دوره بدیم نه بازیاش انجام بده بهتره بازیاش خب این بکنم خنده داره اگه اسمتو بتونی عوض کنی چه اسمی میذاری روی خوده؟ اسم آدم بذاری. نه اصلا من میگم صفتی که اسم فامیلی و اسمای معمولی. اگه اسمتو دوست داری. آره
تو خیلی دوست ندارن اسمشون رو. آره 90% میگن نه. خیلی اسمشون دوست ندارن. هر کی یادش زودتر بگه. من اسم خودم رو دوست دارم به وقت به قرده. ولی با هی جیمی. نه با هی جیمی. این واقعا هی جیمی. چرا؟ کلی مفهومش فرق میکنه. حالا خواستیم هانیو صدا کنید بگید هانیه با هی جیمی. شما؟ من اصلا اسمو دوست نداشتم. اصلا از بچگی دوست نداشتم. بعد یکی از اسمایی که خیلی دوست داشتم میترا بود. آره. بعدم این که اسم کانون رو بذاریم میترا بانو. همه میان دیگه بهت میگن میترا. آره یکی از اسمایی که خیلی دوست داشتم میترا بود. من مثلا اسم موکی هم باش ولی مثلا آیسان اسمشو خیلی نمیدونم چرا دوست دارم. مثلا اسمایی که اسم آنو موکی برام اسمایی که اولش آ داره و اسمایی که خیلی کمه، یعنی مثلا به یکی بگم اولین بارش باشه بشنود. مثلا بچه‌های خودم دلم خواست همچین اسمایی داشتم. دوست داشتم اسممو دوست دارم ولی دلم خواست دو تا اسم داشتم. مثلا مثل به قول اعداد مثلا ماه منیر، ماه اینجوری، مهبانو، محسیما، یا مثلا قدیما و قمر و ملوک. دوست داشتم اسم ادامه داشت به قدیم. اسم ترکیبی دوست داشتم. ترکیبی تنها اسمتو ملوک. آفرین. یه سریال سلطان بانو میگو به خانم سلطان بانو اینا دوست داشتم. ولی خانه اسمتو قشنگی دوست دارم ولی دوست داشتم ادامه داشت. قبل از اینکه اینو بگم حالا یکی از دوستان به هم اسمس داده که پول قرض میدی؟ سریع سر از من دلم لرزید. بهش پیغام دادم گفتم مرسی که فکر میکنی من پول دارم. من دوست داشتم حمید باشه اسمم. حمید چه جالب. چون خیلی ناخودآگاه من حمید صدا میکنم. آره به آقا عدد میاد حمید. منم از اول اسمشو دوست نداشتم به خاطر همین حداد. بعد آره حدادی بود فامیلیش، همکار بودیم بهش گفتم حداد دیگه روشمون. خب اسمشو نگفتید شما بعد نمیدونید. آقا آره آقا حداد اصلی رو نگفت. سلام نگین کامنت هر کی میدونه کامنت بذاره. هر کی کامنت بذارین ببینیم کی میدونه. آره از خانواده خودمون همه میدونن. همه میدونن. حالا خیلی چیه اوائل نمیدونستن که بس که حده همه میگفتن حده. آره نمیدونستن حده دادیه. تو میگه شما اینه اسم چیز دیگه هست. حالا نمیخوایم بگی ولی چیز همراه بزنید اسم من چی باشه. واقعا هیچ کس نمیدونه همراه. چرا همراه خیلی میدونن. خیلی ازم سوال کردن. میپرسم که اگر یک روز باید به کس دیگری تبدیل شوید دوست داشتید جای چه کسی بودید؟ بقیه فکر کنم دوست داشتم جای چه کسی باشم. الان چکار جواب بدم؟ دوست داشتم تو خانواده یا هر کسی؟ نه هر کسی. خیلی سوال سختیه. خیلی وقتا بهش فکر کردی. پشت دارم وقتی گل پشت دارم نداره عزیزی دارم. از همه دارم قشنگی. اینجا یه اعتراضی بکنم. شما بابا پلند آقایون خانواده ما محمد هم نزیا ولی بابا و آقا حداد چون خیلی شوخی کردن و روشون بازه همه مدل صحبت میکنن عباس آقا رفته زیر سوال. عباس یه شخصیت خاصی داره. بابا هم شوخی میکنه تو خودمونجا نه دوربین روش کمشه. نه ما دوربین رو آره دیگه. یه شخصیت خاصی داره بعد خیلی طول میکشه کتاب یا جلوی دوربین شوخی کنه. بعد خودمون که خب بالاخره جمع مردم رو نشستیم میگن که چرا منزوی شده یا میگن چرا محل نیست بابا اخلاقش اینجوری. عباس آقا یه خود نسبت به شما یه شخصیت واقعا جالب و خاصی داره. سلامت باشید. خب بچه جایی که اگه یادش افتاد بگید آقا عدد فکر کنید. یکی به شخصیتی باشه دوست داشتید جا تو عوض کنی با کسی. جایی کی بودی؟ من دوست داشتم جای ایران درودی بودم خدا رحمتش کنه. یکی از نقاشای خیلی
معروفی بود. بعد من نقاشیاشو خیلی دوست داشتم، داستان زندگیشو خیلی دوست داشتم. دلم می‌خواست، یعنی وقتی که داستان زندگیشو خوندم احساس می‌کردم خودم قبلا جزء ایشون بودم. من دلم می‌خواستش که جای کسی خاصی نظرم ندارم، ولی مثلا دلم خواست جای کسی بودم که قدرت داشت، قدرتش خیلی بالا بود، از اون قدرتم استفاده می‌کردم که خیلی چیزها رو تو جهان تغییر میدادم، مثلا فقر، مثلا ناراحتی و اینا رو تا جایی که میتونم و بین ببرم. پس جایی کسی دیگه ای نمیخوایی؟ نه، دلم خواهی اگه کسی این قدرت رو دارد دوستشم رو یه اونش هست. من همین فکر کردم اسم مثلا چیزی آدم بیاد نراز، خیلی دوستم جایی چیزهاشم مرتازه دیدید یا اینه که توی مفر میرم میشینم، به شدت دلم میخواد جاشون بودم، چون جایگاهشون خیلی سخته، خیلی مراحل سخته داشتن. ببینم الان چی میبینه رو چی فکر میکنم، آرزومه. خیلی شخصیت خوبیه. شما؟ من شخصی رو نمیدونم چی بگم، بیشتر جا خودم خوبه. نازی آقا عدد به فکرش نرسیده نداره. گفتم افی اومد به صحبت، گفتم دوست داشتم الان جواز ایلان ماسک بدم. آها یه مقام. من اینقدر این سوال هیجان زده شدم که مثل بچگی ها وقتی من هر بزنم زبون اومد بیرون، آخرش اینجوری کردم دیدی؟ خیلی خوبه واقعا بتونی جایی شخص باشی. نه 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 دوست داشتم نخندید بهم. من میدونم آقای شعبوسی. نه 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 بگم بگو جای زرهای درباری تو زر ناسوگولی 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 بعد من باشم که اسمم این بوده. آره اسمت رو مولوی نه یه دوست داشتی. من دوست داشتم نه زن شاه ها، مثلا مادر شاه باشم. باز زن شاه باشم، زن شاهی بودم چند سال پیش. مادر باشم و همه دستور میدادیم. آره. مادر اولیا. آره. مادر برجنس هم شدی یا نه؟ نه دیگه نمیتونه سوخت، نمیتونه همه رو میگفتن پسرم عرضشون کنه، چهار تا فقط عرضشون کنه که آخر توی هم خودشون که میگه اینقدر ناراحت میدن تو گینا هم گفتن کاش ما رو عقل کنه، کاش ما رو عقل کنه. آره نرگس چون کلا داستانه تاریخی رو دوست داره، سلاطین و سلسله ها رو اینا رو دوست داره. بخاطر عجیب ترین تنبیهی که از طرف پدر و مادرتون شده چی بوده و برای چه کاری؟ من مامانتون بیمه رفت آبرو دیدیه. تنبیه شدن نه دیگه، تنبیهی که برای خودتون جوده دیگه. کسی جوردم مامان من بگم غذا رو گفتی من نمیخورم، مامانی گفته یه هفته اینو داره. آره این تنبیه من بود، رفتم مدرسه دیدم کلاس سوم بودم، دیدم که بچه ها دارن میگن که ما مثلا یکی میگه من ماکارونی دوست ندارم، مامانم دوست دیگه هم درست کنم برم دوست که ماکارونی دارم، مثلا یکی که من سوپ دوست ندارم، گفتم با چرا من نمیگم دوست ندارم، هرچی مامان دوست که میخورم، امروز میگم خونه میگم مامانی هرچی آنو داری من دوست ندارم. این خیلی یادم میاد خیلی داغ شیکم میگه بدن داغ میگه. من هم خونه دیدم از اسکله داره، زمستون هم بود، آفتاب و پنجره توی تو اتاقای قدیمی در اون زوزی فرش قرمه سب تصورش هم بکن حوز پر آب وسط های خلاصه. ما اومدیم و بودم مامونم صفحه پنگ کرده از اسکله داره، گفتم مامونی من از اسکله دوست ندارم. خب با یه دفعه اخواش هم خیلی جذبه داره، جذبهش هم فردل میزن، چون زیاد مامانی جذبه داشت فکر میادم چشش سبزه جذبه داره، کاش که مامان چشش مشتوم از سوی میدرستن نگوی جذبه خاصی تو چشش میکنه به سبزه. یه نگاه اینجور من کرد دوست نداری با چطور تا حالا همیزش کنم بخورد یا نمیخوری؟ بم نه دوست داشتم. بگه خب چی میخوایی؟ برم بعد مثل ما بچه که گفتن گفت مادر نخو ما همین که داریم. من در کرده یادم دیگه نشسته آنها مدرسه من گروسنه، خلاصه دیدم بچه ها اومدن و همه اومدن خوردن و رفتن، برنجه توی سینی گرد روحی درش هم دالور بود، دیدم مامانی آخرشه یه دو سه پا قاشق دیگه تر رفتم جوری نگاه کردم پنجره بودم میگه بیا اینو بخور یا میره من برم بخورم،
دیدم تشنگی نون ورداشت اینجوری کرد چربی رو بریج و همه یه دقمه کفو من از خود برای خود 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 برای چه کاری؟ مثل مامان جان که هرچی فکر کردم چیسته مثلا اونجوری مشهودی باشه تو ذهنم باشه نه ولی مثلا از همه بیشتر این ناراحتم میکرد که مثلا یه جای موقع با دوستان میخواستم برم بعد تنبیه نمیکردم مثلا میگفتن که اتفاقا بابای من اینجور مثلا میگفتن که این نمرات اینجوری بشه برات اینو میخریم بعد مثلا تنبیه میشد بازم مثلا اونو میخریدم ولی اینکه به خاطر یه کار تنبیه شده باشم یا شما یاد نیست خوده یا تماشا نمیدید من نه چون تحتقاری بودم همه خانواده و دوست آشنام چون مثلا تاریخچه زندگی رو میدونستن همیشه میگفتن حاج خانم با اینکه مثلا اسمت دختر اولش بود خیلی براش عزیز کرده بود میگفتن چطور هر برنامه رو سر اسمت پیاده میکردی مثلا اینو نپوش اینو نخر اینو کار نکن چون خیلی هم حرف گوش کن بود اصلا اینطور که من تاریخچه‌شو از بچگی گفته بودن برام ولی منو نه چون تحتقاری بودم همون گفتن چرا آج خانم به این چی نمیگی چرا هر که دلش میخواد میکنه هر لباس دلش میخواد میپوشه ولی من یادم یه بار من مامانم رو تنبیه کردم خیلی روم حساس بود بعد جلوی مثلا یه جمعی سرم داد زد ناراحت شدم که تو هیچ وقت با من این رفتار نداشتی بعد اون روز من غذا نخوردم نهار نخوردم بعد هی این اونو فرستاد رفتم توی باغ نشستم رفته بودیم مثلا تفریح حالت پیکنیک داری بعد غذا نخوردم و رفتم نشستم یه کناری و هی این اونو فرستاد که برام غذا آوردن نخوردم هرچی آوردن نخوردم خلاصه تا شب بعد اینقدر گرسنم شده بود اونجا یه مزرعه بود پر از هویج بود بعد هویجه رو یواشکی میکندم تو آب نهرش میشستم میخوردم ولی چیز نکردم کم نیاوردم اینا دیگه دیدم آخر سر همه دیگه یادم میفته دلم میسوزه مامانم با اون پا درد کنش اومد و غذا برام آورد منو بوس کرد و گفت بخور اب نداره فلان اینا دیگه آشتی کردم شما من حقیقتش انقدر مخالفت نکردم که یادم نمیاد تنبیه شده باشه آره یه بار زندگی مخالفت کردم که به یکی از بدترین کارهایی که دوست داشتم یعنی ناخواسته و خواسته تنبیه کرد که انجام بدم تا تشم انجام شما چه پسرا فکرم خیلی تنبیه ولی یه دونش خیلی به یاد موندنیه بذار من اینو بگم مادر جون خب یه خورده وسواسی بود سر همین ما خیلی کتک میکنید بعد نزدیک اصلا یکی دو ماه مونده به عید با ما مهربون میشد برم به خاطر اینکه من فرش خوب میشستم روز عید که میشد دیگه احمد رو برمیشد همه چیه و چیده ما تمه خاطره که میگه تنبیه شدم خب ما بیرون میرفتیم بازی میکردیم خودمون رو کرکسیف میکردیم میومدیم دم در حیات بگم همون جا وایستا شراره تو در بیلندی در را جوناه در کتولی در شیرنگ رو میگرستم تا اینجوری میشه بگو بشون بالا بشون بیا پایی یه دفعه اومدم همینجوری رد شدم برمم پلا بالا وسط های پله اینجوری از پای منه گرفتم رسیده گرفتم آره گره کجا؟ پاد بو میده بیه پایین اومدم پایین اینجا و اینجا و اینجا و اینجا اینجوری گرفت من رو بلند کرد اینجوری گذاشت تو حوز اوه سر تا پا شسته دمیش بوده که همشه باب سرد اینه نازی ها با استخونام نه ها فشکون از گوشت گرفت اینجوری بلند کرد گذاشت تو حوز گفت بهشون بعدم باره تو آخه مادر جو سر تمیزیش آدم ما خیلی تمیزی شدیم ولی به همین بود که همه بچه ها تقریبا همشون تمیز بودن.
خدا رحمتشون کنه به خاطر اینکه چنین پسری رو گذاشت و من از خیلی از کارا راحت شدم. چون خیلی تمیزه و این اساسی یه چیزی رو داره، زیر رو تمیز. خب حالا گناه دلچسبتون چیه؟ گناه که میدونی گناه ولی دوست داری انجام بده، دلچسب ببرم. آخه این سه چیزا هست، مثلا از نظر ما گناهه ولی از نظر خودش چسب نیست، اصلا به کسی کار ندارم. از نظر خودت این کار خوبه، گناهه ولی گناه غیبت بعضی. من تنها چیزی که آره خیلی چیزا مثلا ممکنه که مثلا موه بیرون و چیزا نظر حالا مثلا کسای دیگه شاید گناه باشه، از نظر خودم نه گناه نیست و انجام میدم خب که. ولی چیزی که واقعا نظر خودم کار اشتباهی غیبت کردنه که خیلی هم سعی میکنم نکنم، ولی بعضی موقع واقعا میدونی داری اشتباه میکنی ولی اینقدر میچسبه که غیبت رو انجام آره راست میگه، راز داره برسی و بگیر. دقیقا یکی از فامیلامونم همیشه به من میگم گو نمیدونم مثلا چنقدر غیبت خوشمزه است. دوست داری بگیر گناه دلچسب گناه ندیگه، گناه دلچسب نداره به نظر من. آره چرا؟ یه کاری رو انجام میده یا ناخواسته. من مثلا بچه بودم دوره که 5 تا تک تومانی به ما میدادن، اون موقع من یه دسته پول پیدا کردم میشد 1000 تومان. ما با بچه ها میرفتیم دوغ باقالی همه چی، یه هفته ما صبح زور شب خور این تمام نمیشد. آخه من خب نمیدونستم که صابر گناه داشتم میکردم، نه هم میرسید نه اینکه مثلا میدونستم که مثلا این کار اشتباهه. خب یه رو گناه بود ولی خب خیلی دلچسب، یه هفته کلا خوردیم ما خوش بذاشتیم نامستم تمام نمیشد. آره گفتم غیبت آه غیبت بعد موقع مثلا یه چیزی، حالا موقعی که رژیمی نه آدم بعدش خودش بعدش میاد، مثلا موقعی عادی هم باز من خودم جو رعایت میکنم غذا خوردن و اینا دیگه، ولی یک مثلا کیک خامه ای چیز میدونی خیلی الان کالری داره ولی با لذت دیگه اشکال نمیارزه چیزه. آره اونا اگه بخوای پیش خودت مثلا این کار اشتباه هست بوجدم درد. آره خب حالا دوست دارید من چه کاری انجام بدم که تا حالا انجام ندادم؟ من تو سوال دارم من میپرسم من بگم دوستم کار کمتر کن تو خونه. آره والا من دوستم کمتر با ملاحظه باشی، خیلی ملاحظه باشی کار و کار خونه. بیشتر مثلا بگو بگو نه خواستم در اصطلاح بگم که بهناز نباشی. نه خوشباور نیست خیلی سعیده. آره خوشباور نیست. آره خوب شده، خوب شده. آره منم مثلا چون بیشتر تفریح خودتو تایم مثلا تفریحات میدونی چیه، بیشتر استراحت خودتو اولویت قرار بدی تا اینکه مثلا کار خونه و تمرین کردن چه خودت. آره این سر اینجوری داریم همیشه آخه غیر مسلم مسلم داریم اینو بهت گوشتر میکنیم و میخوام بگم خودت میدونی واقعا من یکی از آرزوامه که میام خونتون ببینم نشستی مثلا گازت یه جا کسی. آره من آرزو رو به درات آج خانم دارم. وای مامانم من میگه خودش هم همینطوره. من یه دفعه بهش گفتم که آقا 1 کیلومتر ببرم به پاس صبح بلند میشه تا شب ببینیم چند کیلومتر راه میدیم. خب بی فایده ترین استعدادی که داشتید چیه؟ دارید یه استعدادی دارید بی فایده هست؟ چاقی. واقعا چاقی سسوس و مارمولک و این چیزا هیچی نمیترسم، ولی به در یه گونی هم بریزن سوسک و مارمولک رو هیچی نمیترسم خب خسته شدید ببخشید من 3 تا سوال دیگه هست دیگه نمیپرسن چون حتی فکر کنم همه خسته شدن هم شما دستتون درد خیلی خوب خواستم ببینم که کلا یه بعضیش خیلی مهیج بود که ببینم آره. چه جواب بود دوست داشتید جواب بدید آره خیلی خوب آره حالا اگر بازم دوست داشتید بگید که از این سوالا چون به خودمون که ما خیلی خوش میگذره من کلا با عباس آقا هم نگین چالش گذاشت یه چیزایی از هم فلو میگیره آره شما هم برامون کامنت بذارید که اگر دوست داشتید مدلای مختلف دیگه حالا مسابقه اگه دوست داشتید برامون حتما بنویسید. مرسی که همراهمون بودین، از شما هم تشکر میکنم. مرسی خدا بهتون بده.